دوستان جان دوباره سلام، امیدوارم که حالتون توپ توپ باشه. امروز اینجاییم که در مورد برگشت به ایران از ایتالیا با تو صحبت کنیم و اتفاقات قرار برام بیفته، از بلیت گرفتنمون، از توی مسیر قطار، هواپیما، فرودگاه میلان، ایران و تست اجباری کرونا. با ما همراه باشین که ببینیم چه اتفاقاتی میفته. همونطوری که میدونید ورود به ایران از اکثر کشورها باید تست کرونا داشته باشین و اجباریه. ما هم به خاطر همین که پس فردا میخوایم برگردیم ایران، اومدیم اینجا توی شهرمون توی یکی از آزمایشگاه تست کرونا بدیم. قیمت تست کرونا هم هلوش 65 یورو توی ایتالیا، حالا ممکنه اورژانسی باشه یا پایین بالاتر داشته باشه و اعتبار تست از اون لحظه که شما تست رو میدین 72 ساعته برای ورود به فرودگاه، ولی ایران میگه من تا 96 ساعت هم اینو اعتبار داره برای من و قبولش میکنم. حالا بریم ببینیم تست چطوریه، بعدش با ما مرحله به مرحله تا ایران همراه باشید. بریم ببینیم چطوری میشه. رفا کینار K1 Take off the mask. Hand up the mask. Wait. Okay. Another. Wait. That's all. Nice. Thank you very much. Thank you. Yeah. Grazie. Okay. Okay. So that's the ticket, and this time, we use the timetable. Grazie mille. خب بچه ها، ما الان از خونه زدیم بیرون و اومدیم استیشن بلیت گرفتیم و سوار قطار شدیم. در مورد بلیت چیزی رو بگیم این که ما از روانا به میلان که حدود 4 ساعت با قطار مسافت معمولیه که اسکای زیادی هم توی رایل 23 یورو بلیت آشد توی 4 ساعت. یه نوع بلیت دیگه هم از قطارهای تندرو ایتالیا که این زمان رو به نصف میرسونه، از 4 ساعت میشه 2 ساعت و بلیت دو برابر میشه هزینه‌اش، یعنی حدود 50 یورو. و یه چیز خیلی مهمه قبل از ورود به قطار، شما باید بلیتتون رو تو دستگاه پانچ کنید و اینکه هیچ کسی شما رو چک نمی‌کنه، نه اینکه همیشه چک نمی‌کنه، رندومه. ممکنه شما یه هفته سوار قطار بشی کسی چک نکنه، یه گویی جایی مأمور قطار بهت چک کنه. داستان اینجاست که اینو بنا رو بر اعتماد به خیلی از زمینه‌ها می‌ذارم توی ایتالیا که در موردش بعدن کارت هم می‌کنیم توی پست دلیوری توی اتوبوس بلیت چک نمی‌کنه، ولی اگه شما پانچ نکنید و بیایید داخل قطار و مأمور قطار چکتون کنه و یا بلیت نداشته باشید یا پانچ نکرده باشید، شما جریمه میشید. حالا یه عدد تصاویدین اصلاف قیمت بلیتتونه. حالا بعدا با هم قیمت ها
وقتی سلطان خسته است. درود بر شرفت. عشقی ایوان چطور شده؟ اصاب نداری؟ ای بابا خیر سرشون اومدیم خارج ها. فرودگاه بین‌المللی برگامو تو میلانه و میخوایم بریم داخل تمام دروش بستنیم. چی شده؟ یه داداش برو فعلا تا ساعت 12 درهای فرودگاه رو باز میکنه. مگه داریم همچی چیزی؟ فرودگاه دسپول انقدر فرودگاه بیشاری بازه دران هیچ جا نیست ما بریم یه چیزی بگیریم بخواییش. چهار تا از میلان باز خواه اینا رو کیفمون بود تو وسیل قدیم فرودگاه بین‌المللیش شکلیه. ای از این شکولا چیه اینا؟ کنجدی یا پیدا کردی داری به گرسی اینا رو باز داری؟ چیکار داشتیم بعد یه رکبی هم خوریم رفتیم آب بگیریم دیدیم آب گاز داره دیگه اعصابمون بدتر خراب شد. ای بابا وقت ایرانی فرودگاه تهران درد فرودگاه مهرآباد امام خمینی بخوره تو اون جونه. یکی یکی شو خدا شو خدایا شکلات بخور شکلات بزن هم نه باز نمیشه باز شدی باز زورم که به تو میرسه که 2000 years later داشت که ایوان شما که هنوز داری دنبال شیرینی و شکر میگرده داداش ما داریم میبینیم. یا خدا من یه بیدیو چه بیدیو کردم رنگا رنگ خدای شکرت ای خدا شرکت رنگا رنگ ما ازت تشکر میکنیم تو جون ما رو نده حسه رابینسون تو جزیره این بود اون حسه دارم یک کارت داشت یه رنگا رنگ همه جا بوده هم به عنوان پول خورد جواب میده هم اینجا بازش کنی هری مثل این جوا هست مجید باز باز شود دیده شد هری بو کن بچه ها رو آخو تو دستگاهش هم همه داخله هیچی نداره با اجازت من تست بزنم بسرم او مای گاد واو مادر کجایی؟ پسرت با یک رنگارنگ زنده است دکتر بیا واکن رنگارنگ من اینو نگه میدارم یام در شرکت رو سجده میکنم درد بلد بخوره تو جونه اینا زهرنی قرار بود شام کباب ما بدی چی شد؟ اینا کبابه برای دیگم کبابش ای رکم خوردیم که این چیه دکتر؟ ای بابا خدا رو شکرش بدم باز رامون دادن تو فرودگاه باز خوبه اومدین تو فرودگاه هیچ کی نیست 3-4 نفرن و ما همه جا بسته است آخه مگه میشه همه یه مغازهاش فودکورتاش همه بسته است ای بابا فرودگاه دسپول کجایی؟ ما هنوز تو فرودگاهیم روز اوله سلام نظری صحبتی گلایی تو خونه خواب من زیر پتوهاشون داداش هیچ کی تو فرودگاه نیست یعنی دو تا سرباز دهن سرویس هم هستن میگن آقا نخواب اینجا که مسجد حسینیه تو فرودگاه نداره دکتر ای میگن امکانات نیست تو ایران ای میگن مشکل آقا برو حال کن برا خودت اینقدر امکانات بعد میگم دکتر اگه الان فرودگاه امام بود ما تو این مسجد خواب بودیم برو توبه کن بچه ها اینجا کپسول خوابه که داخلش رو میبینیم اول بریم داخلش رو میبینیم کلی کپسوله که داخلش یه سری امکانات گرمشی سرمایشی مونیتور ولی حمام نداره برای استراحت هاست میایم اینجا دستگاهشه این پایین برای اسکن کارت شناساییتونه اینجا میزنیم زبان انگلیسی رو انتخاب میکنیم ببینیم چقدر قیمتشه اینجا توضیح داده به عنوان مثال ما ادامه نمیدیم فقط قیمت رو نشونتون میدیم گفته که از این زمان چکین کنین ساعت به عنوان مثال ساعت 11 و 20 دقیقه تا 4 صبح حدود 5 ساعت میشه 43 یورو 43 یورو دکتر بسیار عالی برای شرایط خیلی خاصی سرما گرما و خستگی خیلی شدید سفارش میشه وگرنه قیمتش منطقی نیست برای 4 ساعت اینقدر ولی چون شما بخواید ایر بی ان بی حداقل بمونید 30 یورو باید بدین برای یه شبانه روزی رفتیم سر صف بلیتامونو گرفتیم اومدیم اینجا داریم علیرضا داره فور میکنه
و این فرم اوتو سرتیفیکیت که ارائه میدیم برای آدرس این چیزا، بریم یه صبونه بزنیم بیایم خدمتتون استانبول و ایران. بزرگوار کجا میری؟ دونه دلم، همه دارن از این ور میرن، ما هم داریم از این ور میریم. ای بابا بفهم بریم بفهم نرفتیم که ببینیم، بریم ببینیم چطوریه. خیلی تاثیرگذار بود. ما اومدیم توی هواپیمای مقصد به مبدا میلان به استانبول نشستیم، پرواز ترکیه‌ای پگاسوس با سلطان بحرینی هستیم. خودم هر لحظه ببینید که فاصله یکی در میان رعایت شده، نفر کناری من نیومده، اینجا خالیه، نفر اینجا میشینه و این خیلی خوبه. پروازش هم آنترن بوده. در مورد قیمتش هم بعد ما هم صحبت میکنیم. بریم به سمت استانبول. اومدیم غذا سفارش بدیم تو فرودگاه استانبول و خیلی غذای خوشمزه داره. قبلا هم اینجا بودیم، بچه ها دارن غذا سفارش میدن، غذا میاد نشونتون میدیم. تو استانبول غذا رو سفارش دادیم، یه ظرف خیلی بزرگ نون و گوجه و مرغ مثل کباب ترکیه ولی مرغه با یک گنده پنیر، اینجا هم چیکن برگره با سیب زمینی و کوکاکولا، نون اضافه هم گرفتیم. برادر کیوان ساعت چند الان؟ دیگه ساعت از دستم خارج شده دکتر سلطان، الان شب دوم ما هنوز تو راهیم. استانبول هم دیگه خسته کننده شده. آره اصلا نخوابیدیم تو فرودگاه استانبولیم، اینترنت نداره، خدمات ایش پایینه، اینترنت مجانی مثل اکثر فرودگاه نداره، درد و بلای فرودگاه ما بخوره تو جون همه تون، تو جون همه فرودگاه هم من خسته منه در حسنی رو میدم، انقدر شلوغه اصلا باورتون نمیشه، جای خواب درست حسابی نداره. دیگه ارزم حضورتون ما دو ساعت دیگه، الان ساعت ده شبه یا نه شبه، دو ساعت چی دارم میگم من؟ ما کی میرسیم تهران؟ دو ساعت دیگه تازه را میافتیم صبح میرسیم، بعد از اونم باید بریم مهرآباد، ساعت سه شب میرسیم تهران، جت لگ میشیم. جت لگ هم که میدونید اختلاف زمانیه بین پرواز هاست، یه زمان شما پرواز میکنید به یه زمان تاریخ زمان شهر کشور خودتون میرسید، حالا باز ما میرسیم از اونور باید بریم شهرستان های خودمون، روز سوم میرسیم دکتر. بالاخره رسیدیم، اینم امام خمینی ایران. خوش آمدی دکتر، چه حسی داری به وطن برگشتی؟ خیلی دیشب اومدم، خیلی خوش اومدم. نگو اینه نگو. بالاخره برگشتیم، مخلصیم، ما اومدیم کاوش کشور فعلا.